خانم ها، آقای ها، خیر مقدم میگم به همه میهمانان عزیز که از راه های دور و نزدیک تشریف آوردن به این مجلس، به خصوص از شاهزاده عزیز که از راه طولانی و سایر دوستان میزبانان عزیزمون جناب آقای دکتر اسدی، دوستان فید ایرانیان در نیویورک که تشریف دارن. خواهش میکنم ابتدا به افتخار شاهزاده رضا پهلوی. و بعد همکاران و ایرانیان نازنینی که هر ساله در نیویورک فستیوال بزرگ پرچم سرنگ شیر و خورشید رو برپا می‌دارن. آقای دکتر، خانم دکتر، بسیار ممنون. خانم ها، آقایان، شاهزاده رضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی است و نوه رضا شاه بزرگ، اما تردید ندارم ایرانیانی که دل در گروه سربلندی ایران دارند، امروز پیش از آنکه به این دلایل نسبی و سببی احترام ایشون رو داشته باشند، آرمان‌ها، عقاید، تلاش و جهادی است که ایشون برای برقراری دموکراسی در ایران در طی 35 سال گذشته انجام داده و انجام میده و این افتخار تازه‌ای بر خانواده پهلوی. خانم ها، آقایان، در طول تاریخ ایران رضا شاه بزرگ تنها پادشاهی بود که با رأی غیر مستقیم مردم و از طریق مجلس به سلطنت رسید. نه کسی رو کشت، نه کسی رو اعدام کرد و حتی به خاندان قاجار شغل و زندگی داد. اما امروز نوه خلف او بر این باور است که هر مسئولیتی در آینده تنها و تنها از سوی رأی مستقیم مردم ملت ایران قابل اجرا خواهد بود و این افتخار دیگری است برای خانواده‌ای که ایمان مبین رو پایه گذاشت. خانم ها، آقایان، خانم ها، آقایان، شاهزاده رضا پهلوی در طی همه این سالها کاری بزرگ به انجام رسونده، کاری که بدون تردید از ایجاد راه آهن، از تشکیل دانشگاه تهران، از پتروشیمی، از صنایع هسته‌ای در دوره محمد رضا شاه فقید بیشک کمتر نیست. مردی که 35 سال در مقابل حتی مردم، در مقابل دنیا، در مقابل همه جاویدشاه ها میگوید فقط و فقط رأی مردم، و این یعنی گنگی زمان و این یعنی یک فصل تازه در تاریخ سیاسی کشور ما ایران. او هیچ چیز رو، نه قدرت شمشیر رو، نه قدرت اسلحه، نه قدرت دولت های بزرگ بیگانه رو قبول نمی کند الا و الا رأی مردم. میدونم همتون بی صبرانه منتظر فرمایشات ایشون هستید، اما بذارید به عنوان حسن ختام یک جمله‌ای رو بگم که بی تردید به پا خواهید خواست و دوباره و دوباره برای این مردی که بی شک خودش افتخار آفرید در این 35 سال کف خواهید زد و بسیار خواهید. رضا پهلوی در طول تاریخ شاهنشاهی ایران تنها کسی است، تنها شاهزاده است که به مقام شاهزادگی احترام و اعتبار داد و او بالاتر از مقام شاهزادگی ایستاد. در طول تاریخ شاهزادگان شاهزاده بودن رو وسیله امرار معاش می‌کردند و رضا پهلوی نشان داد که از شاهزاده نیز بالاتر است. همه شما مرتباً از ایشون میپرسید کی ما به ایران می‌رویم. امشب
جنبش ملی ما هستیم. از شاهزاده رضا پهلوی میپرسد شاهزاده عزیز کی به ایران میروی؟ بفرمایید خواهش میکنم. عزیزم خیلی تشکر میکنم از محبتی که نسبت به من دارید و تشکر میکنم از آقای شهرام همایون برای ترتیب دادن این برنامه مفصل و اینکه من رو در این جمعتون دارید و دعوتم کردید. بسیار خوشحال هستم. والا شما خیلی بیش از حد تعریف کردید. من هنوز هیچ کاری برای ایران نکردم. تمام گفته اون روزی رو میشه گفته نتیجه کارم رسیده باشم که برای بار اول در تاریخ کشورمون همونطوری که ایشون گفتن ما بتونیم به عنوان یک ملت بگوییم که سرنوشت خودمون رو برای بار اول به دست خودمون تعیین کردیم و این برای من لااقل بزرگترین روز زندگیم خواهد بود. شاید هم خوشحال باشم که جز اون نسلی هستم که این روز رو احتمالاً خواهیم دید. من که فکر نمی کنم که در آینده دوررسی به این نتیجه برسیم. چرا؟ چون فکر کنم این عزم و این اراده در میان مردم کشورمون همچنان هست. ما هنوز هویت ایرانی خودمون رو حفظ کردیم. ما اتفاقا به یه نوعی شاید تعجب بکنید از این حرف من ولی بایستی به یه نوعی مدیون این وضع باشیم که یادمون انداخت مجددن که ایرانی بودن چی هست. شاید این رو یادمون رفته و امروز داریم دوباره به یادش میفتیم و هیچ ملتی و هیچ فرهنگی پا بر جا نمیمونه مگر اینکه نسل‌های بعدی در حفظش تلاش بکنن. امروز متاسفانه نسل جوان کشور بدترین شرایط ممکن رو باش مواجه است ولی در آن واحد شاید آگاه ترین نسل تاریخ کشورمون هست به مفهوم اهمیت آنچه که ایرانیت ماست، هویت ماست. همین که این برنامه ها رو انجام میدیم در فصل بهار، روز نوروز، این خودش نمونه ای هستش که ما به هیچ قیمتی حاضر نیستیم که این هویت خودمون رو معامله با هر جایی بکنیم. حتی در کشورهایی که در حال حاضر ساکن هستیم و زندگی میکنیم شاید یک محل زندگی جدید باشه ولی هرگز منزل واقعی ما نمیتونه باشه و نخواهد. تنها چیزی که میخوام در چنین شبی با تو بگم این هستش که یادتون باشه که سرنوشت یک ملت، سرنوشت یک کشور بستگی به همت تک تک شهروندان و مملکت دارد و بزرگترین خطر و بزرگترین دشمن یک مملکت فقط و فقط بیتفاوتی است. بیتفاوتی بزرگترین خطر و دشمن ماست. همین که بی تفاوت نیستیم، همین که اهمیت میدیم، همینطوری که به فکر کشورمون و ملتمون و همیهنانمون هستیم و به هر نوعی که میتوانیم سعی میکنیم که کمکی باشیم برای بهبودی وضع زندگی کشورمون، این خودش یک قدم بسیار مؤثر و مهم است و همدیگر رو باید داشته باشیم، به قول معروف هوای همدیگر داشته باشیم و باشیم همطور که این حرکت ما هستید میگوید هستیم تا اون روز پیروزی. بنابراین بدانید که قدرت یک زنجیر در اصل بستگی داره به اینکه هر کدوم از این حلقه‌هاش قوی باشن. یا میگن ضعیف‌ترین بخش یک زنجیر اون ضعیف‌ترین حلقه‌شه. هر چقدر حلقه‌ها محکم‌تر باشه زنجیرم محکم‌تر خواهد بود. و
وقتی که دست به دست هم بدیم با هم حرکت بکنیم، این قوی ترین زنجیری است که میتونه به وجود بیاد و از هر طناب نجاتی قوی تر خواهد بود. و این حرکت نیازمند مشارکت فعالانه هممیهنانمون داره. ما نمیتونیم به عقب نگاه کنیم دوستان، فقط باید به جلو و به آینده نگاه بکنیم. از گذشته درس بگیریم، از تجربیات استفاده صحیح بکنیم، از تاریخ بیاموزیم، اشتباهات گذشته رو تکرار نکنیم و سعی بکنیم این ارزش‌ها و این نکته‌ها رو به مصرف درست برسونیم برای آینده بهتر که نسل آینده کشور، نسلی که اکنون 20 سال آینده من تجربه هست و بسیار بیشتر از آنچه که الان در اختیارش هست مستحق هست به این حق و به این آزادی که امروز ندارن برسن. این وظیفه و رسالت ماست که به گرفتاری خودمون نگاه نکنیم، بلکه نقشی داشته باشیم در این که این بلایی که به سر ما اومده به نسل بعدی ها نرسه. و بنابراین امیدوارم که در این راه همگی کوشا باشیم. میدونم که با من هستید، منم با شما هستم، تا روز آزادی مبارزه خواهیم کرد. درود بر شما.